برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات 15 تیرماه 1403 به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران با کسب بیش از 16 میلیون رأی انتخاب شد. اواخر اردیبهشت ماه پس از جانباختن ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر در کوههای آذربایجان شرقی، ثبت نام کاندیداهای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران خیلی زود رقابت میان افراد با گرایشات مختلف را کلید زد. شورای نگهبان صلاحیت چهره های شاخصی را رد کرد و هیچ توضیح قانع کننده ای هم برای افکار عمومی نداد و نهایتاً 6 تایید صلاحیت شدند. در این ترکیب 4 آقایان جلیلی، قالیباف، زاکانی و قاضی‌زاده از جریان موسوم به اصولگرا و آقای مسعود پزشکیان از جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب و آقای پور محمدی کاندیدای مستقل بود و در انتهای فرصت تبلیغاتی آقایان زاکانی و قاضی‌زاده که از ایشان به کاندیدای پوششی نام برده می شد انصراف دادند. اما آقایان قالیباف و جلیلی هم به اجماع نرسیدند و نهایتاً از میان ایشان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مرحله دوم راه پیدا کردند. در مرحله اول حدود 60% مردم ایران پای صندوق رأی نیامدند. در انتخابات مرحله دوم که دیروز برپا گردید بیش از 49% مردم شرکت کردند و بیش از 30 میلیون رأی در صندوق‌های رأی ریخته شد که مسعود پزشکیان با 16 میلیون بر رقیب خود سعید جلیلی با 13 میلیون پیروز شد. برنامه جهانی غذا WFP روز پنجشنبه هشدار داد که 2 نفر در غزه در بحبوحی حمله ویرانگر اسرائیل به غزه از ناامنی غذایی رنج می‌برند. در همین حال داوطلبان برنامه جهانی غذا به صورت فله‌ای غذا می‌پزند تا در میان فلسطینی‌هایی که در یافتن غذا در این باریک مشکل دارند توضیح شود. این نهاد بین الملل با ابراز نگرانی در رابطه با محدود شدن فضای عملیاتی برای آژانس‌های امدادرسان در غزه گفت که گذرگاه کرم شاملو به دلیل شدت درگیری‌ها قابل دسترسی نیست. با گذشت 8 از جنگ در این منطقه بخش‌های وسیعی از غزه در میان محاصره فلج کننده از کمبود شدید مواد غذایی، آب سالم و دارو رنج می‌برد و تبدیل به ویرانه شده است. واژگون شدن قایق حامل مهاجران در سواحل موریتانی به جانباختن 10 منجر شده است. گارد ساحلی موریتانی اعلام کرده که 89 جسد را از یک قایق واژگون شده در اقیانوس اطلس کشف کرده است. 9 از جمله دختر 5 نجات یافتند، اما 10 دیگر همچنان مفقود هستند. نجات یافتگان گفتند که قایق ماهیگیری حامل آنها هفته گذشته از منطقه مرزی سنگال و گامبیا با 170 سرنشین به راه افتاد و در سواحل جنوب غربی موریتانی واژگون شد. موریتانی یک نقطه ترانزیت کلیدی برای مهاجرانی است که تلاش می‌کنند از غرب آفریقا به اروپا برسند. دانشمندان قدیمی‌ترین اثر هنری جهان را کشف کردند که 3 را در اطراف یک خوک قرمز بزرگ در غاری در جزیره سولاوسی اندونزی نشان می‌دهد. تحقیقات منتشر شده نشان می‌دهد این نقاشی حدود 51200 سال پیش خلق شده است. ماکسیم اوبرت، باستانشناس دانشگاه گریفیت استرالیا و یکی از نویسندگان مطالعه جدیدی که در نیچر منتشر شده است، به خبرگزاری فرانسه گفت این قدیمی‌ترین شواهد داستان سرایی تصویری در غار است. اوبرت هر زد که این نقاشی احتمالاً توسط اولین گروه از انسان‌ها ساخته شدند که قبل از رسیدن به استرالیا در حدود 65000 سال پیش
از آسیای جنوب شرقی حرکت کردند. مصرف بیشتر میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، چربی‌های اشباع نشده، حبوبات و مغزها و لبنیات کم چرب شانس پیری سالم را افزایش می‌دهد. رژیم غذایی دش که نوعی رژیم غذایی متمرکز بر هدف کاهش فشار خون است و بر مصرف بیشتر سبزیجات، میوه‌ها و غلات کامل تاکید دارد. مرکز ملی سلامت ایالات متحده این رژیم غذایی را متعادل در نظر می گیرد، زیرا در آن هیچ گروه غذایی حذف نمی شود و در کاهش وزن هم مؤثر است. محققان دانشگاه هاروارد بر اساس پژوهشی دقیق طی سالهای 1986 تا 2010 دریافتند که رژیم غذایی یاد شده برای برخی از افراد که در 40 سالگی از آن استفاده می کردند توانستند بر سلامتی آنان در 70 سالگی تأثیر بگذارد. مقام‌های پاکستانی گفتند که یک خودروی پلیس این کشور هدف یک مین‌گذاری جاده‌ای قرار گرفته است. روزنامه دان گزارش داد که انفجار روز جمعه 15 تیر در پل جلاله از ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. طبق آمار ارائه شده در این انفجار 3 پلیس کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما پیش از این مسئولیت حملات مشابه بر نیروهای پاکستانی را TTP بر عهده می گرفت. این در حالی است که اوایل هفته جاری بر اثر انفجار مین دستساز در ایالت خیبر پختونخوا 6 تن از جمله یک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان کشته شدند.